و خدایی که از آسمان بارانی به مقدار معین نازل کرد و با آن آب صحرا و دیار مرده و خشک را احیا کردیم و بدین سان بیرون می آیند. و خدایی که همه موجودات جهان را زوج آفرید و برای سواری شما کشتی ها و چهار پایان مقرر داشت تا بر پشت آنها سوار شوید و آنگاه نعمت پروردگارتان را هنگامی که بر روی آن قرار گرفتید یاد کنید و بگویید منزه است خدایی که این نعمت را برای ما بخشید و این وسیله را در اختیار ما نهاد، وگرنه ما توانایی آن را نداشتیم و بازگشت همه ما به سوی پروردگار است. و بازگشت ما به سوی پروردگار است و کافران برای خدا سهمی از بندگانش قرار می دهند. واقعا انسان بسیار ناسپاس و کفر و عنادش آشکار است. آیا خدا از آن چه خودش آفریده دخترها را برای خودش نگاه داشت و پسران را برای شما بخشید؟ و چون به هر کدام از مشرکان دختری که برای خدای رحمان نسبت می دهند مجد دهند، صورتش از خشم سیاه می گردد و ناچار خشم خود را فرو می برد. آیا کسی را که در میان زر و زیور و ناز نعمت در کمال آسایش همانند زنان پرورش می‌یابد و در مخاصمات و پیکار ناتوان است و قادر نیست از حقوق خیش دفاع نماید، به خدای تبارک و تعالی که منزه است نسبت می‌دهید؟ مشرکان از روی جهل و عناد به فرشتگانی که مخلوق و بندگان خدای رحمان هستند نسبت اناس می دهند. آیا هنگام آفرینش فرشتگان مشرکان حاضر و ناظر بودند؟ آیا هنگام آفرینش فرشتگان مشرکان حاضر و ناظر بودند؟ و دیدند که آنها دخترند، پس شهادت آنان در نامه اعمالشان ثبت می شود و شدیداً بازخواست خواهند شد و میگویند اگر خدای رحمان میخواست ما هرگز آنها را نمیپرستیدیم. آنان در این مورد علم و اطلاعی ندارند جز اینکه دروغ و افترا میگویند. آیا برای آنان قبلا کتابی فرستادیم
به آن استدلال ورزند، بلکه میگویند ما پدران و نیاکان خود را در این آیین یافتیم، ما نیز در پی آنان به راه راست هستیم. و بدین سان ما قبلا به هیچ شهر و دیاری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه ثروتمندان آنها گفتند ما پدران خود را در این آیین یافتیم و ما نیز از راه و رسم آنان اقتدا و پیروی می کنیم. پیامبرشان گفت اگر من شما را به آیینی بهتر از آیین باطل پدرانتان رهبری کنم، آیا شما از روش و خط کفر آمیزه پدرانتان دست می کشید؟ آنها گفتند اصولا ما به رسالت شما کافر و ناباوریم. ما هم از آنان به کیفر کفرشان به سختی انتقام کشیدیم. پس بنگر عذاب منکران چقدر سخت و دردناک بود. و هنگامی که ابراهیم به پدر و قومش گفت من از آنچه شما می پرستید سخت بیزارم، غیر از خدایی که مرا آفریده و او مرا هدایت خواهد کرد غیر از خدایی که مرا آفریده است و او مرا هدایت خواهد کرد ابراهیم کلمه پاک توحید لا اله الا الله را در نسل خیش تا قیامت باقی گذاشت تا همه فرزندانش رجوع کنند. ما در عذاب گناهکاران آنها تعجیل نکردیم، بلکه آنان و پدرانشان را مهلت دادیم و از عمر طولانی برخوردار کردیم تا آنکه قرآن و پیامبر بیان کننده حق برای هدایت آنان آمد. و چون قرآن به آنان رسید گفتند این سحر و جادوست و ما به آن کافر و ناباوریم. و نیز گفتند چرا این قرآن به مردان بزرگ شهر نازل نشد؟ آیا آنان فضل و رحمت پروردگارت را به دلخواه میان خودشان تقسیم می کنند؟ در صورتی که ما هستیم که معاش و روزی آنها را در زندگی دنیا میان آنان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعض دیگر به درجه و مقام برتری بخشیدیم تا بعضی از مردم بعض دیگر را
استخدام و به کار گیرند و فضل و رحمت پروردگارت از تمام آنچه مردم از مال دنیا در طول عمرشان جمع می کنند بسیار بهتر است. و اگر غیر از این بود که مردم امت واحد باشند، هر آینه ما به خانه های کسانی که بر خدای رحمان کافر شدند سقف ها و پله هایی از نقره قرار می دادیم که از آن بالا بروند و نیز برای منازلشان دربهای متعدد و تخت ها قرار می دادیم که به آنها تکیه زنند. همچنین تجملات دیگر به آنها می افزودیم و تمام اینها برای متاع زندگانی دنیا و تمام اینها جز متاع فانی و فریبنده زندگانی دنیا بیش نیستند و آخرت ابدی در پیشگاه پروردگارت مخصوص تقوا پیشگان است. هر که از ذکر خدای روی برتابد شیطان را به او می گماریم تا همنشین دائمی او گردد و آن شیاطین او را از راه خدا باز می دارند و به ضلالت می افکنند و او گمان می برد که واقعا هدایت یافته است، تا وقتی که به سوی ما باز آید آنگاه خواهد گفت ای کاش میان من و تو فاصله به دوری مشرق و مغرب بود که تو برای من همنشین بسیار بدی بودی. در آن روز پشیمانی و ندامت سودی به حال شما نخواهد داشت، زیرا شما در دنیا ظلم بسیار کردید و در عذاب دوزخ شریک و سهیم هستید. یا پیامبر، آیا می توانی کران را شنوا سازی یا کوردلان و کسانی را که در گمراهی آشکارن هدایت توانی کرد؟ ما یا پس از رحلت تو از آنان انتقام می کشیم یا در حال حیات تو عذابی سخت که به آنان وعده داده ایم به تو نشان می دهیم و ما هر آن بر هلاک و نابودی آنان قادریم. پس تو به قرآنی که بر تو وحی می شود متکی باش، در حقیقت تو به راه راست هستی. همانا قرآن تذکاری است برای تو و پیروان تو البته در برابر آن مسئول هستید.
از پیروان پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس که آیا جز خدای رحمان معبودان دیگر برای پرستش مردم قرار دادیم؟ ما موسی را با آیات و معجزات خود برای هدایت فرعون و سران قومش فرستادیم. موسی گفت من در حقیقت فرستاده رب العالمین هستم. و چون آیات ما را به آنان آورد آنگاه او را مورد تمسخر قرار داده و خندیدند. و ما هیچ آیتی به آنان نشان ندادیم جز آن که از آیات دیگر بزرگتر و مهمتر بود، تمام آنها را تکذیب کردند. ما آنها را به کیفر کفرشان به عذاب و بلایا گرفتار ساختیم تا مگر متنبه شوند و به سوی خدا بازگردند. فرعونیان به موسی نسبت ساحری دادند و گفتند ای جادوگر بزرگ، از پروردگارت بنابر عهدی که با تو دارد بخواه تا عذاب را از ما بردارد و ما با این شرط هدایت می شویم. ایمان می آوریم و چون ما بنا به درخواست موسی عذاب را از آنان برداشتیم، آنگاه عهد و پیمان خود را شکستند و ایمان نیاوردند. فرعون در میان قومش به تبلیغات پرداخت و گفت ای مردم، مگر سرزمین مصر و این نهرهای جاری املاک من نیست؟ آیا شما فر و شکوه مرا به چشم مشاهده نمی کنید؟ آیا با این فرمان روایی و کشورداری من برترم یا این شخص فقیری که منطق درستی هم ندارد؟ اگر موسی پیامبر خداست چرا دستبندهای طلایی و طوق زرین ندارد؟ یا چرا فرشتگان آسمان به همراه او نیامده اند؟ و فرعون با این تبلیغات مسموم کننده ایل و تبارش را خار و ذلیل داشت تا همه مطیع فرمان وی شدند. البته آنها جماعتی فاسق و بدکردار بودند و به طمع درجه و مقام و حرص مال دنیا و عیش و عشرت
کلیه دستورات فرعون را بدون چون و چرا میپذیرفتند و چون آنها با کفر و عصیان خود ما را به خشم آوردند، از آنها به شدت انتقام کشیدیم و همه را غرق و هلاک نمودیم و هلاک آن قوم را مایه عبرت آیندگان قرار دادیم. و چون از عیسی ابن مریم مثلی زده شد، آنگاه قوم تو جماعت قریش به آن اعتراض کردند و گفتند آیا معبودان ما بهتر هستند یا عیسی؟ مشرکان این سخنان را جز برای مناقشه و جدال نگفتند، البته آنان جماعتی هستند که پیوسته خصومت می‌ورزند. عیسی بنده ای از بندگان خدا بود. که ما او را نعمت رسالت بخشیدیم و برای بنی اسرائیل حجت قاطع قرار دادیم. که همانند حضرت آدم علیه السلام بدون پدر به دنیا آمد. و اگر ما بخواهیم فرشتگان را به جای شما در زمین جانشین قرار می دهیم، در حقیقت او نشانه و اعلام به مردم برای ساعت قیامت است. پس در صحت آن تردید نکنید و مرا پیروی کنید، این است راه راست. مبادا شیطان شما را منحرف سازد، زیرا او دشمن آشکار شماست. و چون عیسی با حجتی روشن برای هدایت مردم آمد، گفت ای مردم، من کتاب آسمانی و حکمت برای شما آوردم تا بعضی احکامی که در آن اختلاف داشتید برای شما بیان کنم. بنابراین از خدا بترسید و مرا پیروی کنید. در حقیقت خدا پروردگار من و پروردگار شماست. تنها او را پرستش کنید. راه راست و مستقیم همین است. آنگاه احزاب مختلف بین خودشان اختلاف ایجاد کردند. پس وای بر آنان از عذابی بس دردناک روز قیامت که ستم به خود روا داشتند. چنان نیست که میگویند، بلکه آنان انتظاری جز ساعت قیامت را ندارند
که ناگهان برای آنها خواهد رسید و آنها غافل و بیخبرند. دوستان آنها روز قیامت دشمن آنها می شوند، بجز پرهیزکاران که دوستی آنان همیشگی است. خطاب می رسد: ای بندگان صالح من، امروز شما را هیچ ترس و اندوهی نیست. ای کسانی که به آیات ما ایمان آوردید و تسلیم اوامر ما شدید، شما و همسرانتان با خوشی و خرمی داخل بهشت شوید. خادمین با کاسه های زرین و کوزه های بلورین در میان اهل بهشت می گردند. در آنجا هرچه دل بخواهد و چشم مشتاق دیدار آن باشد فراهم است، و شما پرهیزکاران برای همیشه در آن بهشت خواهید ماند. و این بهشت پاداش اعمال صالح خود شماست که به ارث برید. در آنجا برای شما هر گونه میوه‌ای به حد وفور یافت می شود و از آنها تناول می کنید. البته مجرمین و گناهکاران در عذاب آتش دوزخ برای همیشه خواهند ماند و از عذابشان هیچ کاسته نمی شود و از خلاصی به کلی ناامید خواهند شد. ما به آنان هیچ گونه ظلم روا نداشتیم، ولی آنها خود مردمی ستمگر و ظالم بودند. دوزخیان فریاد برمی آورند که ای مالک دوزخ، از پروردگارت بخواه که به مرگ ما رضایت دهد تا از این عذاب خلاص شویم. او خواهد گفت: شما در این عذاب برای همیشه ماندگار هستید. در واقع ما راه حق و حقیقت را برای شما آوردیم، ولی اکثر شما حقایق را دوست نمی داشتند. بلی کافران در کفر و عناد خود شدت عمل نشان دادند. ما هم در کیفر و عذابشان شدت عمل نشان می دهیم. آیا کافران چنان میپندارند که ما اسرار باطنی و نجواهای آنان را نمیشنویم؟ چنان نیست، بلکه همه آنها را میشنویم و فرستادگان ما همان دم آنها را مینویسند. بگو:
اگر خدای رحمان را فرزندی بود، آنگاه اول من او را می پرستیدم. پروردگار آسمان ها و زمین و پروردگار عرش عظیم از آنچه مشرکان توصیف می کنند منزه و مبراست. پروردگار آسمان ها و زمین و پروردگار عرش عظیم از آنچه مشرکان توصیف می کنند منزه و مبراست. یا پیامبر، پس از اتمام حجت بگذار کافران در گناه قوطه‌ور شوند و به بازیچه دنیا سرگرم باشند تا روزی را که به آنان وعده دادند به چشم یقین ببینند. اوست ذات یگانه که در آسمان و زمین خداست و هم او حکیم و داناست. اوست ذات یگانه که در آسمان و زمین خداست و هم او حکیم و داناست. برتر و والاست خدایی که ملک و فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست همه متعلق به اوست و ساعت قیامت را فقط خدا می داند و به سوی او باز می گردید. برتر و والاست خدایی که ملک و فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست همه متعلق به اوست و ساعت قیامت را فقط خدا می داند و به سوی او باز می گردید. کسانی که غیر خدا را به شفاعت می طلبند، آنها قادر به شفاعت کسی نیستند مگر کسانی که بدانند و به توحید حق و یگانگی خدا گواهی دهند. و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آنها را آفریده است، به یقین می دانید، به یقین خواهند گفت خدا آنها را آفریده است. بنابراین شما که این حقایق را می دانید چگونه از درگاه خدا روگردان می شوید؟ یا پیامبر، پیامبر می گوید پروردگارا این جماعت ایمان نمی آورند. یا پیامبر، فعلا از آنان درگذر و بگو بروید به سلامت، آنها به زودی متوجه حقایق خواهند شد. سوره دخان. به نام خدای بخشنده مهربان. حامیم، سوگند به کتابی که روشنگر حقایق است. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم تا مردم را آگاه کنیم و از کیفر اعمال و عذاب بترسانیم. در آن شب هر امر با حکمت از هم تفکیک و جدا می گردد. امری که از جانب ما صادر گشته
و فرستنده امر و پیامبران و پیغمبران به حقیقت ما هستیم. امری که از جانب ما صادر گشته و فرستنده امر و پیغمبران به حقیقت ما هستیم. این رحمت پروردگار توست که شنوای داناست. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر شما یقین دارید خدایی جز او نیست، اوست که خلایق را زندگی می بخشد و باز می میراند. پروردگار شما، پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شماست. لیکن کافران هنوز در شک و تردید به سر می برند. پس در انتظار روزی باش که دودی آشکار از آسمان پدید آید. آن دود آسمانی که همراه آن دود آسمانی که همراه عذابی دردناک است، مردم را احاطه خواهد کرد. کافران فریاد برمی آورند که پروردگارا این عذاب را از ما بازگردان که ما ایمان می آوریم. چه تذکری از این بالاتر که پیامبری با آیات روشن برای هدایت آنها آمد، ولی آنها از او روی برگرداندند و گفتند او مطالبی از دیگران یاد گرفته. و شخص دیوانه است. البته ما اندک زمانی عذاب را از شما بر می داریم، ولی شما باز هم عصیان خواهید کرد. آن روز کافران را به مصیبتی بزرگ گرفتار می کنیم و از آنها شدیداً انتقام می کشیم. ما پیش از ایشان قوم فرعون را مورد آزمایش قرار دادیم و پیامبری بزرگوار برای هدایت آنان فرستادیم و گفت ای فرعون، امور بندگان خدا بنی اسرائیل را به من واگذار که من برای شما پیامبری امینم.